Guys, guess what? Okay, the fifth dentist caved, and now they're all recommending Trident? مطمئنم که معنی این جمله چندلر رو نمیدونی. اصلا نمیدونی که منظورش چیه. اگه که میخوای متوجه بشی توی این پست با من همراه باش تا بهت بگم. Hey everyone, how's it going? I hope you are doing great. I'm Fatemeh Khamseh and in this post I'll be teaching you the idioms and phrasal verbs from episode 18 of the Friends TV show. So grab a cup of coffee or something, get your notebook and watch and listen carefully. سلام به همگی، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی باشید. من فاطمه خمسه هستم و توی این پست اصطلاحات و فریزال ورب های اپیزود 18 سریال فرندز رو بهتون آموزش میدم. پس یه فنجون قهوه یه چیزی برای خودتون بیارید، نوتبوک دفتر یادداشتتون هم بیارید و با دقت گوش کنید و تماشا کنید. Okay, the fifth dentist caved and now they are all recommending Trident. The fifth dentist caved and now they're all recommending Trident. The fifth dentist caved and now they are all recommending Trident. دندون پزشک پنجم هم تسلیم شده، حالا دیگه اونا همشون Trident رو توصیه میکنن. Trident هم که همون آدامسیه که هممون میدونیم. خب داستان چیه؟ یه تبلیغی بوده که اون زمان خیلی پخش میشده و توی این تبلیغ در واقع آدامس Trident بوده. 5 تا دونه دندون پزشک رو نشوندن، 4 همشون دارن ازشون پرسن که این آدامس خوبه اوکیه، 4 تاشون میگن yes. نفر پنجم همون لحظه یه دونه سنجاب میاد میره تو شلوارش، ناخودآگاه میگه نو. و حالا چندلر داره به این داستان اشاره میکنه، میگه که اون پنجمی هم تسلیم شده و داره آدامس Trident رو توصیه میکنه. این تبلیغش توی یوتیوب هم هستش، حالا این عکس رو گذاشتم براتون، اگه که دوست داشتید برید سرچ بکنید میتونید پیداش بکنید. The fifth dentist caved and now they're all recommending Trident. ریچل رفته مصاحبه، خیلی هم مصاحبهش رضایت بخش بوده، داره راجبش توضیح میده، میخواد بگه که ما خیلی تو سلیقه مشترکی توی لباس داشتیم. از چه جمله‌ای داره استفاده میکنه؟ No, the interview. She loved me. She absolutely loved me. We talked for like 2.5 hours. We have the same taste in clothes. We talked for like 2.5 hours. We have the same taste in clothes. We talk for like 2.5 hours. We have the same taste in clothes. ما توی لباس با هم دیگه همسلیقیم. We have the same taste in clothes. ما توی لباس با هم دیگه همسلیقیم. Have the same taste in something. حالا اینجا clothes. کلن با هر کسی که با یه کسی که یه سلیقه مشترکی توی یه چیزی داری، دقیقا میتونی از همین عبارت استفاده بکنی. It means to have similar preferences. یعنی که علایق مشترکی داشتن توی یه چیزی با یکی هم عقیده ای. چند نفر توی یه موضوعی با هم دیگه هم سلیقن، هم عقیده، نه اشتباه گفتم، با هم دیگه هم سلیقن. قشنگ میتونی به راحتی از این عبارت استفاده بکنی. We talk for like 2.5 hours. We have the same taste in clothes. And oh, I went to camp with her cousin. And oh, the job is perfect. I could do this well. حالا میخوام چند تا مثال قشنگ درست و درمون براتون بزنم که هم خوب براتون جا بیفته، همین که میدونم این جمله به این شکل خیلی به کارتون میاد. بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. مثلا با یه نفر توی غذا خیلی همسلیقه ای، اینجوری دیگه هر رستورانی که میخواید برید، هر جا میخواید برید غذا بخورید دیگه راحت دیگه اوکی. We have the same taste in food, which is why we always agree on where to go for dinner. ما توی غذا با هم دیگه هم سلیقه‌ایم، سلیقه مشترکی داریم. به خاطر همینم وقتی که می‌خوایم بریم غذا بخوریم، جایی که می‌خوایم بریم شام بخوریم، همیشه روش توافق داریم. We have the same taste in food, which is why we always agree on where to go for dinner. ما توی غذا سلیقه مشترکی داریم، هم سلیقه‌ایم. به همین دلیلم هر جا که می‌خوایم بریم شام بخوریم همیشه با هم دیگه روش توافق داریم. یه چند تا دوستین که با هم دیگه توی فیلم دیدن هم سلیقه اید. چقدر فیلم تماشای فیلم براتون راحت تر میشه، فقط پلی میکنید و همیشه تماشا میکنید لذت میبرید. It's great that we have the same taste in movies. It makes choosing a film to watch much easier. خیلی عالیه که ما توی فیلم تماشا کردن توی فیلم با هم دیگه سلیقه‌مون مشترکه، هم سلیقه‌ای. این باعث میشه که انتخاب کردن یه فیلم برای تماشا کردن خیلی آسان‌تر بشه.
It's great that we have the same taste in movies. It makes choosing a film to watch much easier. خیلی خوبه که ما توی فیلم با هم دیگه هم سلیقه ایم. این باعث میشه که انتخاب کردن یه فیلم برای تماشا کردن خیلی آسون تر باشه. یه دوستی داری که توی لباس و فشن و اینا با هم دیگه خیلی هم سلیقه ایم. راحت میتونید کلی از هم دیگه لباس قرض بگیرید. My best friend and I have the same taste in fashion, so we often share clothes and accessories. من و بهترین دوستم سلیقه مشترکی توی فشن تو مد داریم. پس اغلب لباسامون و اکسسوریامون رو به صورت مشترک استفاده میکنیم. اکسسوری هم میشه اون زیورالات، کلاه، عینک، هر چیزی که خیلی واجب نیستش. My best friend and I have the same taste in fashion, so we often share clothes and accessories. من و بهترین دوستم سلیقه مشترکی توی مد داریم. با هم دیگه هم سلیقه ایم توی مد. پس اغلب لباسامون و اکسسوریامون رو مشترک استفاده میکنیم. Barbara, hi, how are you? No, I understand. Come on, no, I'm fine. Don't be silly. خب اون خانومی که ریچل باش مصاحبه کرده بوده بهش زنگ میزنه که جواب بده، ظاهرا استخدامش نمیخوام بکنن. ریچل توی جملاتش میگه که don't be silly. این اینجا به چه معنیه؟ برای خودم خیلی جالب بودش. این don't be silly که اینجا به معنی احمق نباش نیستش، که یه معنی دیگه ای داره. خیلی به اون تون صدایی که استفاده میشه بستگی داره. یعنی وقتی که هیچ خشونتی توش نیست، هیچ عصبانیتی توش نیست، به معنی احمق نباش نیستش. کاملا هم اینفورماله، به صورت اینفورمال استفاده میشه. و به چه معنی اینجا؟ اینجا انگاری که میخواد بگه که no way, no. میخواد با یکی مخالفت بکنه. ریچل داره میگه که I'm fine, don't be silly. من خوبم. حالا مثلا انگاری که میخواد بگه نه بابا اینجوری نیستش، من خوبم. انگاری که اون خانمه داره بهش میگه که ناراحت نباش، ناامید نشو، یه همچین چیزی. اینم میگه نه بابا من خوبم، اینجوری نیستش. داره میگه no way, no, I'm okay. No, I understand. I'm fine. Don't be silly. حالا بریم یه دوتا مثال بزنیم، باز یه خورده بیشتر درکش بکنیم. Are we walking to the museum? Are we walking to the museum? ما داریم پیاده میریم موزه. میخواییم مخالفت بکنیم. Don't be silly. It's much too far. We will take a taxi. Don't be silly. اینجا به معنی احمق نباش نیستش. میگه که میخواد باش مخالفت بکنه. نه بابا. No way. No. It's much too far. خیلی دوره. We will take a taxi. یه تاکسی میگیری. مهمون داری؟ داری ظرفا رو میشوری. یکیشون میخواد بهت کمک بکنه. Can I help you with the dishes? Can I help you with the dishes? میتونم چه ظرف شستن کمکت بکنم؟ تا هم میخواد میگه نه بابا. برو بشین لذت ببر. Don't be silly. You're our guest. Just relax and enjoy the party. نه بابا تو مهمون مایی. فقط استراحت کن از مهمونی لذت ببر. Don't be silly. You're our guest. Just relax and enjoy the party. نه بابا تو مهمون مایی. برو فقط استراحت کن از مهمونی لذت ببر. حالشو ببر. Yeah. Oh, yeah, but you know, if anything else opens up, please... Hello? خب این شغل که نشد، ریچل میخواد بگه که اگه که یه شغل دیگه ای باز شد، موجود شد، به من بگو. جملش چیه؟ If anything else opens up, please... اگه که یه چیز دیگه ای موجود شد، منظورش یه شغل دیگه، یه فرصت شغلی دیگه ای اگه موجود شد، حالا مثلا میخواد بگه که به من اطلاع بده. If anything else opens up, open up. از این phrasal verb میتونیم استفاده بکنیم. یه معنی دیگهش که اونم خیلی پرکار بوده، توی اپیزود دیگه براتون توضیح دادم، لینکشو میذارم، حتما برید ببینید. اینجا به چه معنیه؟ It means to become available or possible. یعنی اینکه یه چیزی ممکن بشه، موجود بشه. در مورد شغل هم خیلی استفاده میشه. If a job opens up, it becomes available. وقتی یه شغلی open up بشه، یعنی که موجود میشه. دقیقا میشه زمانی که مثلا یه شرکتش توی یه زمینه شغلی شروع به استخدام میکنه، اونجا میتونی بگی که اوپن آپ شده، اون شغل اوپن آپ شده، انگار مثلا یه پنجره‌ای براش باز شده، داره از اونجا نیرو استخدام میکنه، یه فرصت شغلی در واقع انگار ایجاد شده.
چجوری میتونیم استفاده بکنی؟ I think maybe some positions might be opening up. I think maybe some positions might be opening up. I heard that some jobs have opened up at the new company downtown. من شنیدم که یه سری شغل توی شرکتی که تو مرکز شهر جدیده باز شده، موجود شده. یعنی اون شرکته داره نیرو استخدام میکنه. I heard that some jobs have opened up at the new company downtown. من شنیدم که یه سری فرصت شغلی، یه سری شغل توی شرکت جدیدی که تو مرکز شهره باز شده، موجود شده. There is a creative executive position that just opened up. So. Is the job opening up? Is the job opening up? حالا فقط هم برای فرصت شغلی نیست، جای دیگه هم میتونی استفاده بکنی. مثلا رفتی رستوران، دیدید توی سری از رستوران‌ها یه پیشخدمتی هست که شما رو به میزتون راهنمایی میکنه. رستوران شلوغ بوده، حالا اون قراره به شما خبر بده. The hostess will let us know when a table opens up. The hostess will let us know when a table opens up. پیشخدمت زمانی که یه میز خالی بشه، موجود بشه، بهمون خبر میده. پس اون میزه وقتی یه میز خالی بشه، یه میز موجود بشه، باز میتونیم از اوپن اپ استفاده بکنیم. Actually, I think a table just opened up. Actually, I think a table just opened up. خب، بریم یه تمرین انجام بدیم. A much nicer table just opened up. A much nicer table just opened up. داستان ریچل و این شغل جدیدش توی این اپیزود تموم شد. توی قسمت‌های بعدی میریم سراغ راست و داستانایی که داره. قسمت‌های قبلی این اپیزود رو حتما ببینید. اپیزودهای قبلی اگه که این پست براتون مفیده حتما لایک، شیر، کامنت همه چی یادتون باشه. اگه که فکر میکنید این آموزشا به درد کس دیگه ای میخوره حتما براش بفرستید. خیلی خوشحال میشم که هر روز تعدادمون بیشتر بشه. ممنون از همراهیتون. فعلا خدا نگهدار.